گفتن فیصله به نمیست که باید مجازات نمی نمی ابراهیمیست که بعدی در آتش سختانده بشه و انصرو آلیهت بیاید بیایید خدایانتان را نصرت بدهید اینجا هم لحظه ای که ابراهیم رو در آتش میاندازن الله سبحانه و تعالی برای آتش فرمان میده یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم ما میگه گفتیم برای آتش فرمان دادیم برای ابراهیم ما سرد شو نه آنقدر سردی که از سردی تو ابراهیم اذیت میشه وقتی که خودشان این اعتراف رو بکنن که یعنی خدایی که او قدرت نف نداشته باشه ضرر نداشته باشه از حرکت نکنه صحبت نکنه اون لیاقت پرستش رو نداره شما چیزی پرستش میکنید که هیچ نفع و ضرری به شما نداره و از عقلتان کار نمیگیرید و غیر خدا را مورد پرستش قرار میدهید خالق زمین، آسمان، کائنات، سیارات، موجودات خالق خودتان را فراموش کردید آمدید بت پرستش میکنید <متحد> یعنی دعوت اینها را کرد ایمان نآوردند بت اینها را شکست با دلیل منطقی برای اینها فهمان که اینها خدا نیستن ایمان نیاوردن مرحله سوم ابراهیم در آتش انداختن ای آتش ابراهیم نسختن بازم تعداد ایمان نیاوردن <متحد> خب این را چی میکنه میخواد همسرش بکش به خاطر چی میخواد بکش به خاطری که یک رفیقش برش گفته که زنت با فلانه رابطه داشت. و خدا کجاست منطق کجاست دانش <كش> تو مسلمان هستی اینجا اکم فاسقم بین بین فتبین و انتصیب و قومم بدون تحقیق و بررسی چیزی رو قبول نکنید مبادا بر یک کسی ضرر برسانید به آبروی کسی عزت کسی شخصیت کسی مال کسی جان کسی ضرر برسانید بعدا به شما ثابت بشه که نه قضیه این نبوده داستانی به آتش انداختن ابراهیم علیه السلام هست ما در مورد ابراهیم علیه السلام ممکن صحبت های زیادی شنیدیم که چی گونه ابراهیم علیه السلام با آتش انداخته میشه و چی جور می به آتش انداخته میشه و چرا و چی محکمه ای فیصله را میکنه و این مجازات را برای ابراهیم علیه السلام تعیین میکنه الله سبحانه و تعالی داستانی به آتش انداختن ابراهیم علیه السلام این داستان را در سوره انبیا و در آیه 61 این سوره جریان محکمه ابراهیم و به آتش انداختن ابراهیم علیه السلام را برای ما بیان میکنه بعد از اینکه ابراهیم علیه السلام بطه ها را میشکند از بین میبرد و تبر را بر بازوی بت کلان میگذارد فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم لعلهم یرجعون و اینها میان میبینن که بتها را شکسته میگن خب چی کسی کار کرده یا گروهی پیدا میشه میگویند که ابراهیم کرده چون مخالف عقیده و باور ما بوده خب میگن ابراهیم رو بیارید حاضر بکنید در یک محکمه صحرایی به اصطلاح امروزی ولی باز هم حداقل مردم با منطقی بوده با وجودی که به اصطلاح بت پرست بوده با وجودی که به اصطلاح مشرک بوده در قرنهای بسیار طولانی گذشته زندگی میکرده ولیکن حد اقل یک حد و مرز قائل بوده که باید کسی که به اصطلاح مورد اتهام قرار میگیره تحقیق به که آیا ای, ای, ای آدم ای کار کرده یا نکرده وقتی که خبر برای اینها میرسد که بطهار ابراهیم شکسته میگویند که بیارید دور حاضر بسازید ابراهیم حاضر بسازید قالو فعتو بهی علی اعین الناس لعلهم یشهدون بیارید او رو در محضر عام قرار بدهید در پیش روی چشم مردم تا ما ازش سوال بکنیم بازخواست بکنیم که آیا واقعا کار ابراهیم کرده یا نکرده به او محکمه بسازیم خب میرون ابراهیم علیه السلام, السلام را گرفته میابرن و به در پیش روی جمعیتی که همه حاضر شده در کنار معبدی که خدایانشان منهدم شده و شکسته ابراهیم متهم است که ابراهیمی کار کرده ابراهیم میارن که محکمه کنه حالا گفتگوها در محکمه را ببینید در بین ابراهیم و نمی محکمه صحرایی که ابراهیم متهم است در این قضیه وقتی که ابراهیم علیه السلام را حاضر میکنن برای ابراهیم میگوین قالو انت فعلت هذا يا یا ابراهیم از سیاق قرآنی معلوم میشه که اینا یک قاضی مشخص نداشته یعنی یک ارباب و کلان مشخص نداشته یعنی کلشان صحبت میکرده خب محکمه سهرایی بوده دی قالو همه گفتن کلشان انت فعلت ب یا ابراهیم ابراهیم آیا تو بنی می بوتهای ما به خدایان ما می کار انجام دادیم می جنایته؟ اینها رو شکستی ببینید نکات پیش ازی که به اصطلاح تحقیق بکنن ابراهیم مجازات نمیکنن مثل بعضی از از مسلمان های جاهل ما امروز داریم که وقتی اگر کسی به اصطلاح به سوی زن یا به اتهامی بر او وارد است او بیچاره را گرفته تا به محکمه میبرن او را از 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 جان بی جان میکنن از لتو کوب کرده اینها ابراهیم محترمانه آوردن در محکمه حاضر کردن و بعد مورد بازخواست قرار داد انت فعلت بی آلیهتینا هازا بی آیا توی کار کردی به ایله ما ابراهیم قال بل فعله کبیر گفت نه من نکردم چرا انکار کرد من نکردم گفت اونو اون بوت کلان کرده کسی که تبربر بازویش است ای کار کاری او بوده نه کار من چرا ابراهیم میگه پرمیزنه؟ میزنه؟ به خاطر این میگه که باش که اینا مجبور بشون کمکی از عقل و منطقشان کار بگیرن وقتی که من بگم این کار نکرد و من این بوت کلان ای مر... کار مرتکب شده خب طبعا اینها در پاسخ میگویند که این بوت صحبت نمیکنه از جایش جا حرکت نمیکنه قدرت ای انجام این کار رو نداره وقتی که خودشان این اعتراف رو بکنن که یعنی خدایی که او قدرت نف نداشته باشه ضرر نداشته باشه از جای حرکت نکنه صحبت نکنه اون لیاقت پرستش کاملا دلایل منطقی گفت من نکردم بل فعله کبیر ای کار همو کلا نشان کسی که تبر بر شانه ایشان است وقتی که یک پر ابراهیم علیه السلام برایشان میزنه میگه فسالو این کانو ینتقون سوال کنید اگر نطخ میکنه صحبت میکنه پرسان کنید ازش چرا ای کار کرده چرا بوت های کوچک کرده فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون لحظه سرهایشان پایین رفت و به تفکر فرو رفتن خب این بوت کلان آثار جرم هم همین دیگه تبر بر شانه او است و در کنار این بوت های کوچک او حضور داشته و همه هم معتقد بودند که این خدای بزرگ است به یک قداست بیشتر قائل بودن یعنی تعداد خدایانی که در اونجا داشتن دیگرا کوچک بوده ولی این بزرگ بود یعنی از نظر جسامت از چوب یا سنگ بسیار کلان تراشیده شده بوده گذاشته شده بود فرج او ایل انفسی سراشون پایین افتاد و به نفسای خود رجوع کردن به تفکر فرو رفتن که ما این گونه ظلم کردیم در حق خود یک چیزی رو پرستش میکنیم که اصلا نه قدرت نطق داره نه قدرت دفاع داره نه قدرت نفع ضرر داره یعنی چی؟ بعد از لحظات تفکر ثم نکسو على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينتقون حالا به یک جهل خود بند من ماندن به گپ خودشان و سرایشان بالا کردن در برابر ابراهیم گفتن که تو خوب میدانی که این نطق نمیکنه صحبت نمیکنه چرا از ما پرسان کردی چرا در برابر ما گپ گفته که شما به از او پرسان کنید در حالی هم که میدانی که بالاخره صحبت نمیکنه تو بازم بار مسخره میکنی مورد توهین و تمسخر قرار میدی اینجاست که ابراهیم علیه السلام شروع میکند برای بیانش برای اونها میگوید قال اف تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم خودتان خود خو مردم عاقل هستید مردم فهمیده هستید برای قومش برای پدرش میگه آیا چیزی رو عبادت میکنید که اون نه نف داره نه ضرر داره نه قدرتی دفاع از خودش داره چرا پرستش میکنید ایره؟ در محکمه است اول ابراهیم حاضر کردن دوم ازش سوال کردن که تو این کار کردی سوم ابراهیم گفت نه بوت های شما کرده اونو پرسان کنید از بوتی که تبر برشانش است گفتن خوب که صحبت نمیکنه گفت پس وقتی که چیزی که صحبت نمیکنه قدرت دفاع از خودش نداره چرا پرستشش میکنید به جایزه که اینها قبول بکنن بپذیرن ضعفشان اشتباهشان به جهلشان ادامه میدن ابراهیم علیه السلام, و السلام میگه اوف لکم ولی ما تعبدون من دون الله افلا تعقلون اوف بر شما یعنی کلمه اوف در اون در اون زمان به یک حرفی بسیار خطیر و خطرناک است یعنی مثل این که بگی نفرین بر شما شما چیزی رو پرستش میکنید که هیچ نفع و ضرری به شما نداره و از عقلتان کار نمیگیرید و غیر خدا را مورد پرستش قرار میدهید خالق زمین آسمان کائنات سیارات موجودات خالق خودتان را فراموش کردید آمدید بتا پرستش میکنید با جایزی که قبول بکنید که نمی کارتان جهالت است حماقت است بازم دلیل می آورید بر شما که شما غیر خدا رو پرستش میکنید ولیکن اینها تا اینجا گفتگوی محکمه است و قبول نمیکنند بالاخره محکمه فیصله به این, فی این میکند به خاطر اینکه ثابت میشود از قرائن از دلایل که ابراهیم مقصر شکستاندن بت هاست یعنی بت ها ابراهیم شکسته کسی دیگه نشکست یعنی تحقیقات محکمه ایشان نشان میده که ابراهیم مقصر است حالا که مقصر است در برابر اعتقاد و باور این همه نفر ای احانت کرده خدایان را شکسته جزایش چی است؟ قالو گفتن مجازات چیست؟ سوال ها عمومی است همه سوال میکنن همه میشنون همه در تصمیم گیری سهم دارن در اجرای مجازات برای ابراهیم همه سهم دارن قالو گفتن همیشون حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين گفتن فیصله به نمیست که باید مجازات یه نمی ابراهیم است که بعدی در آتش سختانده بشه و انصرو بیاید خدایانتان را نصرت بدهید حالا جمع شوید همه برایید به اصطلاح هیزم جمع کنید چوب جمع کنید بیارید که یک زخیره از هیزم و مواد سوخت آماده سازید جزای ابراهیم چیست باید در آتش سختانده بشه در هر چیز خداوند یک حکمت گذاشت حالا باز ببینید در مجازات ابراهیم اینجاست که فیصله محکمه صادر میشه میگن ابراهیم باید چی در آتش سوختانده بشه و همه میان هیزمر جمع میکنن تمام به یک ذخیره بسیار بزرگ از هیزم چوب آماده آماده میسازن و بعدش او را آتش میزنن روشن میکنن و ابراهیم را دست و پایش بسته میکنن به اصطلاح ما و شما یک فلاخمان که میگن او در یک وسط فلاخمان قرار میدن و نصف از این مردم یک طرفش میگیره نصف یک طرفی قضیه به اصطلاح فلاخمان میگیره ابراهیم میخوان از دور پرد کنن با آتش چون آتش چنان شولور است که نزدیکش رفته نمیشه که ابراهیم ببرن در آتش بیندازن محکمه او زمان است فیصله نیست اینجاست که خداوند میخواه نشانی از نشانهای دیگر قدرتش برای مردم به نمایش بگذاره و این جزء معجزات ابراهیم علیه السلام است همون لحظه ای که ابراهیم رو به اصطلاح در آتش پرت میکنن فرمان الله برای آتش چون آتش مخلوق از مخلوقات خداوند است ما در آیاتی متعددی در قرآن داریم که کل چیز از الله اطاعت میکنه فرمان برداری میکنه یعنی همه مخلوق خدا هستند در تحت تسخیر فرمان الله هستند ابر باد و خورشید فلک همه در کارم آتش آب برای آب میگه این موسی را غرق نکن باعث نجات موسی باش و برای موسی باعث نجات میشه و همو الله فرمان میده که باعث غرق فرعون شو فرعون در خودش قد غرق بکنه از بین ببر فرعون غرق میشه یک آب است با دو تا فرمان یکی برای نجات موسی دیگری برای غرق شدن فرعون در یک مکان یکی نجات پیدا میکنه دیگری در او غرق میشه اینجا هم لحظه ای که ابراهیم رو در آتش میاندازن الله سبحانه و تعالی برای آتش فرمان میده یا نار و کونی بردن و سلاما علی ابراهیم ما میگه گفتیم برای آتش فرمان دادیم برای ابراهیم ما سرد شو نه آنقدر سردی که از سردی تو ابراهیم اذیت بشه و نه آنقدر گرمی که از گرمی تو ابراهیم اذیت بشه بلکه معتدل ظاهرش آتش است شوله ها شوله آتش است اما بی خاصیت و بی کشفیت مثل آتش های مصنوعی که امروز مثلا شما جور میکنن به خاطر دیکور خانه و تلویزیون و بعضی میزای تلویزیون مردم استفاده میکنن آتش است خروج است ولیکن سختانده نیست سوزنده نیست نمی سوزاند اینجا وقتی که فرمان الله صادر میشه این آتش ظاهرش آتش است ولی حقیقتش تبدیل به یک گلزار است آن که لطفی خیش را اظهار کرد بر خلیلش نار را گلزار کرد و ای ابراهیم می اندازن و بستلا در آتش بعد از اینکه ای آتش میسوزه کلی هیزم نابود میشه خاکستر میشه میبینن که ابراهیم سالم در بین این وجود داره و سالم بلند میشه بدر میشه بیرون میشه از آتش ولی بازم اینها ایمان نمی یعنی دعوت اینها را کرد ایمان نآوردن بوت اینها را شکست با دلیل منطقی برای اینها فهمان که اینها خدا نیستن ایمان نیاوردن مرحله سوم ابراهیم در آتش انداختن ای آتش ابراهیم نسوختن بازم تعداد ایمان نیاوردن بعد تصمیم چهارم برای گرفته شد که ابراهیم باید تبعید بشه از این سرزمین باید دور بره اونجاست که دستوری هجرت ابراهیم فرا میرسه و جریان هجرت ابراهیم علیه السلام شروع میشه قلنا یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم و به بهی کیدن فجعلناهم الاخسرین و نجیناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. الله میگه ما تمام نمی کید و مکری دشمنر که میخواستن ابراهیم داراتش بسیزنن اونها رو افتضاح کردیم و به زیان مواجه ساختیم و بالاخره همه کارشان از بین رفت یعنی نقشهشان همه چیز نقشه بر آب شد و نجیناه ما نجات دادیم ابراهیم هر. و بعد به سرزمین مبارک دیگر اینها رو راهنمایی کرد یعنی معلوم میشه که جریان هجرت ابراهیم علیه السلام بعد از قضیه آتش انداختن ابراهیم است به هر حال این بود داستان ابراهیم علیه السلام به جریان محکمش و جریان به آتش انداختن ابراهیم چند تا درس بزرگی که ما از داستان می آموزیم است اول که یک دعوتگر بعد از تمام راهکارهای علمی حکمتی منطقی باید استفاده بکنه و عقلانی برای هدایت انسان ها و ای ابراهیم علیه السلام چندین مرحله را پشت سر گذاره و تمام ای راهکارها را استفاده میکنه اول دعوتشان میده دلائلشان هم میشنوه بسیار حکیمانه و بابردوباری و و بعد وقتی که با او دعوت و به اصطلاح تبلیغ کارساز نشد بعد به اصطلاح از راهکارهای منطقی و عقلانی استفاده میکنه یعنی بوتها رو میشکنه تا که به اصطلاح اینها مجبور بشون در مورد بتها خودشان اقرار بکنن که اینها نفع ضرر نداره و برشان ثابت بشه که کدام ضرری بر انسان نمیرسانه مثل این که یادم یک مولی سبی یا یک استاد قصه میکرد میگفت که در یک جایی امامت داشتیم یک زیارتی بود مردم بود بسیار معتقد بودن که به اصطلاح هم نف میرسانه هم ضرر میرسانه در کنار این زیارت یک درخت خشک یعنی تعداد به اصطلاح بگیم یک خروار هیزم چوب خشک افتاده بود پوسیده کسی از او استفاده نمیکرد میترسیدن که ولای بر ما ضرر میرسن میگم ما به خاطری که به اصطلاح همین اعتقاد به با باور مردم برداشته بش برای مردم ثابت بشه که غیر خدا کسی ضرر رسانده نمیتونه برای انسان نفع رسانده نمیتونه میگه کل یوتیوبر تو 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 کردن بردن به اصطلاح که زمستان استفاده بکنیم که ناگهان خبر به مختدی ها و به مردم رسید همه مردم به محل آمدن که او جناب مولای چی میکنی به لاز خدا در میگیره خانه ایت از بین می میروی تباه میشوی برباد میشوی تو میدانی این درخت های ها چوب به مربوط پیر سای فلانی است فلانی ها از این قدر متضرر شدن فلانی های ها قدر نفتیدن از از قبری تو چرا این کارو میکنی میگم ما گفتم باش که برای ما ضرر برس زمستان بسیار خوب گرم سفر کردیم میگه زمستان تمام شد و چوبم تمام شد ولی که اتفاقی نیفتاد بعد برای مردم گفتیم که این باور و به اصطلاح برداشت شما غلط است غیر رب العالمین هیچ کسی برای انسان قادر به نفع و ضرر نیست و این اعتقاد در جامعه ما متاسفانه خیلی زیاد مسلمان های جاهلی که هنوز تا حالا به معنای واقعی یک نرسیدن توحیدی واقعی یعنی این که تو نفع و ضرر را از جانب الله بدانی هیچ کسی دیگر قادر به قضیه نیست احتیاجی خود را از الله باید بطلبی شفا دهنده الله را باید بدانی مالک و متصرف امور الامور در کائنات الله را باید بدانی نهی که والله فلان پیر و فلان زیارت کار انجام میدی و ابراهیم علیه السلام هم از راهکارهای علمی و هم از منطقی کار گرفت در برابر اینا تا برای اینا ثابت به که بوتها اینا قدرت نفع و ضرر نداره و بعد همون مجازات را هم با جانش خرید این تحمل کرد در این مسیر سختی های انسان میبینه در مسیر دعوت شاید فقیر بشی شاید مورد توهین و تحقیر قرار بگیری شاید مورد ظلم قرار بگیری شاید زندان بری شاید اعدام بشی ولیکن باید بپذیری وقتی که در این مسیر قدم میگذاری تمام اینها را شاید دوستان تبدیل به دشمنت بشوند یکی از جمله کسایی که در آتش انداختن ابراهیم سهم داره پدرش است در محکمه ابراهیم سهیم از پدرش است نزدیکترین فرد به او ولیکن دشمن میشه با او یعنی مسیر دعوت مسیر آسانی نیست نکته دوم چیزی که بسیار مهم است از این داستان که ما میاموزیم است که در هر زمان و در هر مکانی به اصطلاح یک محکمه وجود داره یک تحقیقاتی وجود داره و به خصوص در اصل امروز در اصر تکنولوژی در قرن 21، اصر انکشافات اختراعات صنعت باید انسان و مسلمان بسیار دقیق باشه هیچ چیزی رو بدون تحقیق بدون بررسی بدون فیصله محکمه نباید بپذیری و نباید فورا حکم صادر بکنی لحظه ای که این قوم ابراهیم میبینن بوتها همه توته توته شکسته است نمیپرن که ابراهیم زیر دست و پا بیندازن هر چی که بخوان درقش ظلم کنن بلکه اول به اصطلاح گروهی میگن ما شنیدیم جوانی که نامش ابراهیم کار انجام داده خب وقتی که میشنون رو میگه حاضر بکنید بدور حاضر میکنن بعد سال و جواب میکنن تحقیق میکنن بعد وقتی که به نتیجه میرسن ثابت میشه که نمی کار ابراهیم کرده بعدن برش حکم صادر میکنن ولی تو مسلمان هستی به مجرد رسیدن یه خبر برید ده ها جرم دیگر مرتکب میشه ما یک مثال رو بدم الله شاهد است که چنین قضیه اتفاق افتاده بود برای کسی از دوستای یک روزی تماس گرفت که فلانی صلاح داره یک کسی از دوستاش آمده صلاحش هم میخواه خب این رو چی میکنه؟ میخواه همسرش بکشه به خاطر چی میخواه بکشه؟ به خاطری که یک رفیقش برش گفته که زنت با فلانه رابطه داشته به از خدا کجاست منطق کجاست دانش تو مسلمان هستی اینجا اکم بین بین فتبین و انتصیب و اگر یک فاسق اول کسی که برد خبر میاره او فاسق است از نظر قرآن خبرچین نمام از سخنچین است کسی که برد خبر میاره و میبره او فاسق است قرآن میگه اینجا اکم فاسق اگر یک فاسق و فاسدی آمد برد یک خبر آورد فتبینو برو تحقیق بکن بررسی بکن حقیقت قضیه رو ببین فورا اقدام نکن یعنی اگر با یک تماس تلفنی رفیقش نمی بود زنش کشته بود درموشه و بعدا هم ثابت میشه که یک اتهام است یک گمان است یا طرف رو میبینی به اصطلاح گوش و بینی زنش بریده چرا کار والله فلانی گفته با فلانی زن رابطه داره این یک مسلمان به دور است تو جرم مرتکب میشه که بلفرز اگر او رابطه هم داشته جرم تو بدتر از او است جنایتی تو بدتر از او است از پیش خودت قاضی میشی فیصله میکن برو تحقیق بکن و رسی بکن ببین قضیه هست نیست قرآن هم همیره میگه بدون تحقیق و بررسی چیزی قبول نکنید مبادا بر یک کسی ضرر برسانید به آبروی کسی عزت کسی شخصیت کسی مال کسی جان کسی ضرر برسانید بعدا به شما ثابت بشه که نه قضیه این گونه نبوده وسی که امروزه بسیار گپا میزنن میبینن این رو در زندگی خود و نکته دیگری که از داستان ابراهیم علیه السلام, و السلام ما میاموزیم است که همه چیز در تحت فرمان خداوند است مخلوق خداوند است ابر، باد، ماه، آتش، آفتاب، محتاب، بر و بحر، حیوانات او خالقی که برای یک نهنگ دستور میده یونس ما را سالم نگاه بکن برای آتش دستور میده ابراهیم سالم نگاه بکن برای بحر دستور میده موسا را سالم بگذار که از این بحر به سلامت بدر شود تو خدا اگر ما و تو مشکلات خود را با او پیش بکنیم مشکلات ما و خودت حل نمیشه ما و تو را از این منجراب غمها و ها سالم بدر نمیکنه حقا که سالم بدر میکنن به شرطی که به اصطلاح کوشش بکنیم حقیقت ها رو ببینیم و معنای واقعی اعتقاد و باورمان رو درست بسازیم بو اسلام حقیقی عمل بکنیم نه که چیزهایی که به خورده ما دادن هر خرافات و هر چتیاتی دید. به هر حال از زن من ای بود داستان ابراهیم علیه السلام و سلام جریان محکمه ابراهیم به جرم می شکستندن و به جریان مجازات یعنی به آتش انداختن ابراهیم علیه السلام الله سبحانه وتعالى أهم ما توفيق مالنا هذا